نایب رئیس پیشین مجلس اگر اعتراضات آبان 98 را جمع جور نمی کردیم انقلاب می شد. بایدن ترامپ را به تسلیم شدن در مقابل کرونا متهم کرد. نطق قالیباف در پی توصیه خامنه ای. از این پس گلایه های مردم از دولت را در دلمان نگه می داریم. فرانسه از کشورهای عربی خاص با بایکوت کالاهای فرانسوی مقابله کنند. خانم ها و آقایان درود بر شما. به کانال خبری سرزمین مادری خوش آمدید. برای افزایش کیفیت کانال از شما خواهش می‌کنیم لایک و کامنت بگذارید. متشکرم. محمد رضا با هنر نایب رئیس پیشین مجلس ایران گفته است اگر مسئولان حکومت ایران نمی توانستند رویدادهای آبان 98 را جمع جور کنند، رویدادها به سمت انقلاب یا انقلاب مخملی حرکت میکرد و اصلا قابل جمع کردن نبود. او در گفتگویی که روز دوشنبه پنجم آبان ماه در خبرگزاری ایلنا منتشر شده، از اینکه برخی مردم به معترضان آبان 98 نپیوستند و رویدادها را تماشا کردند، ابراز رضایت کرده. و گفته است علتش نگرانی مردم از برهم خوردن امنیت بوده است. آقای باهنر که در حال حاضر دبیر کل جامعه مهندسین اسلامی است در عین حال تاکید کرده که مطالبات ادا نشده مردم تبدیل به یک بشکه بارود شده و گاهی نیازمند یک جرقه است تا منفجر شود نائب رئیس مجلس درباره نحوه جمع جور کردن اعتراضات آبان توضیح بیشتری نداده ولی خبرگزاری رویترز روز دوم دی ماه 98 نوشت که رهبر جمهوری اسلامی با جمع کردن مقامات ارشد امنیتی و دولتی خود دستور داد هر کاری که لازم است برای متوقف کردن آن انجام دهید. به گفته ی رویترز این دستور باعث شدیدترین سرکوب معترضان را از زمان انقلاب اسلامی در سال 1979 شد و در حدود کمتر از دو هفته نارامی ها که از 15 نوامبر شروع شد حدود 1500 نفر کشته شدند. در میان نهادهای حقوق بشری بین المللی سازمان عفو بین الملل تا کنون مشخصات 304 نفر از کشته شدگان را اعلام کرده و تأکید کرده است که شمار کشته شدگان می تواند بسیار بیشتر از این تعداد باشد. مقام های جمهوری اسلامی تا کنون گزارش دقیقی از تعداد افراد کشته یا زخمی و بازداشت شده در جریان نارامی های آبان 98 ارائه ندادند. مشتبه زلنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس 12 همه خورداد امسال گفت که در جریان این اعتراض ها سی نفر کشته شدند که 178 نفر از آنها از میان معترضان بودند. روز دهم خرداد خورداد نیز عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران گفته بود بین دویست تا دویست پنج نفر در اعتراضات آبان 1398 کشته شدند اما به تعداد دقیق معترضان کشته شده اشاره نکرده است. اعتراضات آبان پارسال در پی اعلام تصمیم ناگهانی دولت برای افزایش سه برابری بهای بنزین در بسیاری از شهرهای ایران روی داد ولی به سرعت تبدیل به اعتراضات گسترده علیه تمام ارکان حکومت شد این اعتراضات گسترده با سرکوب نیروهای امنیتی مواجه شد و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی همزمان با سرکوب شبکه اینترنت را در کشور نیز به طور کامل قطع کردند در طول ماه‌های گذشته نیز دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اقدام به صدور حکم اعدام برای چند نفر از معترضان آبان 98 کرده است. بایدن رقیب انتخاباتی خود ترامپ را متهم کرد قصد ندارد با کرونا مبارزه کند و برنامه ای هم برای مقابله با کووید 19 ندارد. بایدن این سخنان را پس از آن بیان کرد که رئیس دفتر ترامپ اعلام کرده بود بنا نیز کرونا کنترل شود. جو بایدن نامزده دموکرات از سیاست ترامپ برای مقابله با کرونا به شدت انتقاد کرد. بایدن روز یک شنبه چهارم آبان ماه به دنبال سخنان مارک میدوز رئیس دفتر رئیس جمهوری آمریکا که در یک برنامه تلویزیونی گفته بود بنا نیست دولت پاندمی را کنترل کند انتقاد کرد و گفت دولت ترامپ در مقابل کرونا تسلیم شده است میدوز در این برنامه تلویزیونی تاکید کرده بود که برای دولت ترامپ استفاده از واکسن و داروی ضد ویروس کرونا بسیار مهم است موضوع پاندمی کرونا یکی از محورهای اصلی کارزار انتخاباتی بایدن و ترامپ است. آمریکا با 8 میلیون و هزار نفر مبتلا به کرونا در فهرست کشورهای کروناخیز خیز جهان مقام اول را دارد. طبق داده های دانشگاه جانز هاپکینز 225230 آمریکایی تا کنون جان خود را بر اثر کرونا از دست دادند. 5 نفر در دولت دونالد ترامپ به کرونا مبتلا شدند. گزارش ها حاکی از ابتلای رئیس دفتر مایک پنس معاون ترامپ سه نفر از کارکنان پنس و یکی از مشاورانش به کرونا است بنابر اطلاع دفتر ریاست جمهوری آمریکا اما تست کرونای خود مایک پنس نتیجه منفی داشته است به گفته کاخ سفید مطابق رهنمود مقام های بهداشتی مایک پنس قرارهای انتخاباتی خود را لغو نخواهد کرد و سفرش به کارولینای شمالی را نیز طبق برنامه انجام خواهد داد کاخ سفید گفته است پنس مجبور نبوده از طبق دستورالعمل های مقام های بهداشتی قرنطینه شود. در پی انتقاد اخیر رهبر جمهوری اسلامی از مخالفت ها با دولت، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گفت نمایندگان از این به بعد حرف و گلایی های مردم از مسئولان دولت را در سینه خود نگه می دارند. قالیباف روز دوشنبه پنجم آبان ماه در ابتدای جلسه علنه مجلس گفت اطمینان دارم که همه نمایندگان از این پس حرفهایی را که مردم به آنها میزنند و گلایه های مردم از مسئولان اجرایی را در سینه خود محفوظ میدارند و آن را به تلاش برای به حرکت درآوردن چرخ اقدام در همه بخش اجرایی کشور با اولویت مسائل اقتصادی با استفاده از ظرفیت قانونی و نظارتی مجلس تبدیل می کنن. این اظهارات رئیس مجلس پس از سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی در حمایت از دولت حسن روحانی در برابر تشدید انتقادها صورت میگیرد رهبر جمهوری اسلامی گفته بود حتی حرمت دولت حرام است قالیباف در نطق خود گفته است نمایندگان دولت را از طریق نقد سریح و دلسوزانه نظارت و کنترل بر بودجه و اجرای قوانینی که معطل مانده است یا خلاف قانون عمل می شود به مجلس و مردم پاسخگو می کنند. رئیس مجلس با تایید مشکلات معیشتی مردم بر تفاهم با دولت تاکید کرد. تغییر موضع مجلس در قبال دولت پس از یک دوره کشمکش لفظی بین مقامهای دو قوه صورت میگیرد. این اختلاف زمانی تشدید شد که جلسه سران قوا همزمان با اوجگیری بحران کرونا که قرار بود با میزمانی روحانی برگزار شود در پی مراجعه قالیباف به بیمارستان امام خمینی و حضور در بخش بستری بیماران مبتلا به کرونا لغو شد. پس از آن روحانی بدون اشاره مستقیم به اقدام قالیباف از رفتارهای عدم منطبق با عقل و شر انتقاد کرد. قالیباف پیش از این هم دولت را به دلیل جهادی نبودن مورد انتقاد قرار داده بود. روحانی اخیرا بار دیگر بدون اشاره به نام از معتقدان خواسته بود توضیح دهند خودشان برای شرایط جنگ تحمیلی اقتصادی چه کردند. رئیس جمهوری در همین زمینه با کنایه گفته بود ادعی انگار آفریده شدند که فقط نقد کنند. با این حال کشمکش ها در هفته های اخیر زمانی تشدید شد که شماری از نمایندگان مجلس دولت را به دلیل ناکارآمدی و عدم مدیریت شرایط اقتصادی و افزایش قیمت ها مورد انتقاد قرار دادند و مشتبه نوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خواستار اعدام روحانی شد. سخنان این نماینده وابسته به جبهه پایداری واکنش را در داشت و علی ربیعی سخنگوی دولت نیز گفت توهین به رئیس جمهور جرم است و مدعی الامور می تواند مستقیما مداخله کند اما سخنگوی قوه قضایی اندکی بعد اعلام کرد اظهارات سخنگوی قوه قضایی از سر بی اطلاعی است و در پی تغییر قانون تعقیب قضایی توهین کنندگان به مقام های دولتی نیاز به ثبت شکایت دارد فرانسه از کشورهای عربی خواست تا با های بایکوت و تحریم کالاهای فرانسوی مقابله کنند و به این دست برخوردها پایان دهند. فراخوان تحریم کالاهای فرانسوی واکنشی است به دفاع امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه از حق نمایش کاریکاتور پیان برای اسلام وزارت خارجه فرانسه گفته این فراخوانهای بی اساس از طرف یک اقلیت افراطی پیش برده شده است بر اساس گزارش ها از برخی از کشورهای جهان عرب محصولات فرانسوی از برخی مغازه های کویت، اردن و قطر برداشته شده است. همزمان در واکنش به موضع دولت فرانسه در خصوص انتشار و نمایش کاریکاتور پیامبر اسلام در لیبی، سوریه و نوار غزه اعتراضاتی شکل گرفته است. آقای مکرون پیشتر در, در اظهاراتی گفت که ساموئل پاتی کشته شد زیرا اسلامگرایان آینده ما را میخواهند اما فرانسه کارتون ها را رها نخواهد کرد. این سخنان آقای مکرون پس از آن بیان شد که وی تاکید کرد که از ارزش های سکولار فرانسه در برابر اسلام رادیکال دفاع کند. این معلم به خاطر نشان دادن کاریکاتوری از پیامبر اسلام در کلاس درس توسط یک اسلامگرای تون رو در حومه پاریس به قتل رسید. دولت فرانسه معتقد است ممانعت از آزادی بیان به خاطر نگرانی از احساسات یک گروه و جامعه خاص وحدت را تضعیف می کند. دیروز یک شنبه آقای مکرون بار دیگر به دفاع از ارزش های فرانسه پرداخت و گفت ما هرگز تسلیم نخواهیم شد.